سلام و درود خدمت شما عزیزان خوشگل خوش تیپ خوش چی میگی؟ خیلی خوش اومدید به سکس سیتی. به تو چه ویدیو خودم دوستم هر جور دلم میخواد شروع کنم. یعنی چه روز تولد؟ امروز تولدشه، باش مراحت میکنم یه خورده. تولد گفته نه. این ویدیو به مناسبت تولد مهران داره ریکورد میشه. سلام، اینجوری مریضم بچه. مریضم شده. دیگه من عادت کردم، من همیشه روزای مهم زندگی مریض بودم. یه روز عروسی اونم عروسی هم مریض بود، سرما خورده بود. بعد عرضم بخواد یه استوری گذاشتیم اینستا، گفتیم که سوالایی که دارین از من مهرانه روز تولد مهرانم هست بپرسین، یه ویدیو کنیم بگیم خیلی خودمونی جلوتون. ویدیو جذابیه، لابلاش یه خاطره سگی هم هستش تو سوالاتون، سوالای باحالی پرسیدین. ببین 70% سوالا این بود که اصلا نمیشناختن، چون نه اینکه از اینستا و پیج دوم اومدن. خب اینجا سوال همیشگی، خواهرته، مهرانه، زنته، دختر، یعنی دخترم دیگه، دخترم که دیگه نیست، که همسرم مهرانه هستن، من احسان هستم، متولد 22 بهمن که امروز باشه هستم، من 22 تیر به دنیا آمدم. این مسخره در مورد تاریخ تولدم صحبت میکنی؟ بعد حق انتخابی نداشتم من توش. آره دیگه، خلاصه دیگه، آدم سرشت آدم ها از روز تولدشون تعیین میشه. من تولدم مصادف با ترکوندن مسجد جامع توسط رضاخان. سرشت خیلی خوبه. بعد دیگه اینکه خلاصه که آره دیگه، ما الان ما یه 2-3 سالی با هم دیگه نامزد بودیم، الان یه ساله که عروسی کردیم اومدیم تو خونه خودمون. قبلش هم با هم دیگه دوست بودیم. یه سال نشده دیگه. آره مهر عروسی بود. آره مهر عروسی بود. همون اولیه گفته از بس مهرانه رو ندیده بودیم فکر کردیم جدا شدید، خدای نکرد. خب گفتم واسه همون شرایط که چیز شد بیخور به هم. آره مهرانه یه خود روحیه جلو دوربین اومدن اینا نداشته، واسه که خود منم اوایل نداشتم، ولی خب الان دیگه راحت تر. حالا که مزید که 3-4 فعالیت نکردیم. چهار ماه که فعالیت نکردیم، بعدش دیگه واقعا سخت بود شروع کردن. بعد اینکه من جداشیم، من فکر من دیگه کس سگ من نگاه میکنم، من میخوام اینو ولش کنم. تو که درآمدت به این خوبیه، چرا تیبا داری؟ درآمدم به خدا اندازه تیباه، بیشتر نمیشه. چی درآمدت به این خوبیه؟ میخواستم 27 به قرآن، میخواستم 27 بخرم پولم نرسید. خدا سرشه این شاهده، میخواستم 27 بخرم پولم نرسید. به خدا من تازه ماشین خوبم نرم، 27 بخواستم به پولم نرسید. تیبا 1 داشتم، تیبا 2 خریدم، ایشالله سالوات تیبا 3 بخرم. مهرانه احسان اومد خواستگاری، چی برات آورد؟ چی برد آوردن؟ گلو شیرنی میارن دیگه. شیرنی آوردیم؟ نه بس یادم نمیاد شیرنی آوردیم. وای برسر گلو یادمه. معلومه که شیرنی آوردی. آره شیرنی چرا نیاوردیم ما بخوریم؟ آوردی یادم نیست. مثلا میشم یادت خیلی من خیلی محو و چیز یادمه، میدونی؟ نه اینکه مثلا مست کرده باشم برام خواستگاری یادم نیاد. خیلی شب عجیب، خیلی همین چی یه هویی شده بود، یعنی یه ما رو بلند کردن گفتم بریم خواستگاری، میدونی؟ خیلی عجیب بود. نه آورد میگه گل و شیرینی و اینا، ولی خب شیرینی شو من دوست داشتم. آره شیرینی خوشگل بود که من دوست داشتم. از سرت هم زیادیه اسکل. بله؟ اسکل شیرینی تر میخواد. ناپلونی بیارم پارشی بخوری؟ واقعا ناپلونی بردن تو خواستگاری قشنگ. آره دو سر باخته، یعنی کسایی نمیتونی مثلا بر نداری، برداری پاره ای تا بخوری شرفت میره میریزه. اونایی که نمیدونی اگه ناپلونی چه شکلیه سرچ بزنی شیرینی ناپلونی میاد دستتون. بیارم ناپلونی ره. بچه داری؟ آخه من تازه شما رو فالو کردم. آره بچه داریم، بیا صبر کن صبر کن الان میارم. این یکی جو جو. بچه از این جو جوه سلام. این یکی، این دوتا، این بزرگترشونه، این داشت بزرگشون، این دوتا هستم جا نداره. این سگ بیشرف گونده. این چرا ادامهش این زیر آویزون شده؟ این چهار تا. اون روش بود. این هویج سگ. وای این موز. نزم جا نداره. این بادم جون. این آووکادو. آووکادو بچه های ممنتو برام خریدن. من یعنی ریخ، من به ادی سگ گفتم اینو نخر، یه دونه کوچیک بخر، ما واسه اینا باید بریم یه اتاق دیگه بگیریم.
به صورت بالفعل نه، ولی به صورت بالقوه اینا واقعا هم هزینه دارن، هم جا اشغال میکنن، هم کل خرجشون کردیم، پاره کردن ما رو. کادوی احسان به مهرانی چی بود برای روز تولدش؟ کادویی در کار نیست. امروز کادو من نگیرم. من خودم کادو هم تو زندگیت وجود من تو زندگیت. واقعا تو کادو نیستی، من کادو واقعی میخوام. کادو و آها یه لپتاپ داشت مهرانه، لپتاپ داشت، لپتاپشو فروختم واسهش تبلت گرفتم. تو که گفتی اون کادو تولدم نیست. هست دیگه، باز مام چیکار دیگه؟ لپتاپ فروختم. یه چیز دیگه. لپتاپشو فروختم 6 تومن، یه تبلت گرفتم 6300. تو گفتی یه چیز دیگه است. عکس آیفون 14 پرو مکسی که برای مهرانه گرفتی رو نشون بده. مرسی. بذار A22 نشون بده. این پروشه، این مکسشه. من اگه آیفون داشته باشم درجا میکوبونم به دیوار. چرا؟ چون نمیتونم. خودت که میدونی من نمیتونم با آیفون از کنار بیام. دیدم تو آیفون. علاوه بر اینکه تو بر من نمیخری، ولی اگه بخری من نمیتونم با اون کنار بیام. من به سلایقت احترام میذارم. آره. مهران دلتو برد یا تو دلشو بردی سلطان؟ به نظر خودت چه اتفاقی افتاد؟ برداشت آزاد میذارم. من معصوم. من تنها، من سرم تو لاک خودم بود، یه گوشه داشتم فشار هم میخوردم تو زندگیم تا اینکه این واقعا اومد. و از چی احسان خوشت میاد؟ کدوم میخوای بگی؟ بگی از پول زیادم یا ماشین زیبام؟ ماشین زیبات که جفتش نداشتم اون موقع. آره اون موقع نداشتی. من بابا ببین، من الان این ریختی شدم، این منو پیر کرد، الان کچل سگ شدم، کلا میذارم. یا مسعود یه عکس جذاب از دوره جوونی من بذار تو. من خیلی جذاب بودم، من داشت نه خونه داشت نه کار، ولی جذابیت بصری داشتم، من مو داشتم زیاد، هیکل خوشگل، یکم مو جذاب، یکم چه مو زیاد، جذاب، خوشگل. تنها چیزی که از احسان داشت همین بود، یعنی مرد یا باید پول داشته باشه یا قیافه. الان من جفتشو ندارم. چرا هنوز عروسی نگرفتیم برین سر خونه زندگیتون، ولی توی خونه زندگیمون عروسی که گرفتیم، عروسی که گرفتیم، آره، ولی خب قبلش هم ما با هم دیگه توی خونه بودیم دیگه. ما خانوادهمون اینا همه آمول بودن، مازندران بودن، ما اینجا گلستان بودیم، بعد یه خونه اجاره‌ای داشتیم، تو خونه با هم بودیم دیگه. تا حالا شده از کاره مهران فشار بخوری زیاد؟ چرا زیاد؟ کدوم تو خودت یه نمونه شو؟ نه تو بگو، تو که فشار خوردی. و این نمونه یه بارزش، مثلا پریشب دو سه شب پیش بود. خواه ما خونمون اینجوریه که پمپ داره، پمپ آب داره تو حیاط، بعد اینو تا وصل نکنی مثلا به پریز، ساعت 8-9 شب آب قطع میشه. من خونه نبودم، اومد خونه آخر شبم بود، اومد خونه، بعد اینجوری بود که نیومد مثلا چیزو باز کنه، آبو باز کنه یا ببینه اصلا پمپ وصله یا نه. من گوشیمو نبرده بودم، زنگ زد به ادی، زنگ زد به فرشاد، زنگ زد به متین، گوشیو بدین احسان، گوشیو میده به من، پمپو چجوری با وصل کنم؟ بعد من اصلا من پمپو وصل کرده بودم، میگفتم خب پمپ وصله، بعد دعوا کرد پشت تلفن فلان، بهت میگم پمپ چجوری وصل فلان، حرف من گوشیتو چرا نبردی بیشور احمق، پمپو میخوام وصل همینجوری. بعد من اینجوری پشم، بعد من برگشتم خونه، بیرون بودم، برگشتم خونه، اومدم درو باز کردم، دیدم پمپ وصله، بعد زنگ میزنم بهش میگم پمپ که وصل بود، مو وصل بود هیچی، گفتم خب آبو باز نکرد، یه آبو باز نکرده بود ببینه پمپ وصله یا نه. نه شما تحریف انجام دادید تو این داستان، اصلا اینجوری نبود. چقدر پشیمونی از زندگی با شهردار سکسیتی؟ این داستانی که تعریف کرد خیلی پشیمونه. خیلی شما گفتید برو گام شو بابا. نه پشیمون، هنوز خدا رو شکر پشیمون نشد. طول میخواد پشیمون بشی؟ چه زندگی بهتر میخواد از من؟ تو هیچ دنیای موازی نمیتونه زندگی بهتر از با من بودن رو تجربه کنه. بدبخت. من که یادم نمیان زندگی قبلی بود، ولی خب تا حالا شده کاریو کرده باشی که مجبور باشی اون کارو انجام بدی ولی خوشت نمیاد؟ آره خیلی. مهران در طول زندگیش از آدمای زیادی بدش میاد قاعدتا، وقتی وقتی یه جا دعوت میشیم یا مجبوریم یه جا بریم یا تولد یکی یا جشنی هستیم که اون آدما هستن، مهران مجبور تحملشون کنه. واسه من کمتر پیش میاد، من خیلی 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 خیلی
کم پیش میاد که از یه آدم بدم بیاد یا متنفر باشه من نتونم تحملش کنم. دیگه ببین چی کار میکنه که اگه این اتفاق بیفته کفت. من تو این موقعیت وقتی قرار میگیرم که یه نفری که آشناه بهم پیشنهاد مثلا میگه تبلیغ کن واسم مثلا یا اینجوری مثلا پولم میده آشنام هست ولی مثلا من دلم نمیخواد دیگه مثلا پیجش یه جوریه که نه یا مثلا چه میدونم همین دیگه رو حساب مثلا رفاقت خیلی راحت ترین کارا رو انجام آره مهران خیلی راحت ترین موقع انجام میده ولی من مثلا یارو میاد پیام میده آشنا یا فامیله یا رفیقه بعد مثلا میگه که آقا پست و استوری کن یا تبلیغ کن اینا من تو مزیقه قرار میگیرم حالم بد میشه ولی مجبورم انجام بدم. بزرگترین گندی که جلوی فامیل خانومت زدی مسعود زد سگی که داره الان این ویدیو رو ادیت میکنه. قضیهش اینه ما جلوی مامان مهرانه بودیم بعد خدا رو شکر کنم که فقط مامانم بود بعد من با مسعود تو دیسکورد بودم هنسفیری نداشتم صدای مسعود پخش میشد بعد خیلی شرایط عادی بود یعنی مسعود کم پیش میاد که یهو بدون هیچ دلیلی شروع کنه به چرت و پرت گفتن یا فوش دادن اوکی؟ یهو فضا خیلی ساکت هیچ کی هیچ حرفی نمیزد مسعود اونور پا دیسکورد بود ما داشتیم صحبت عادی میکردیم یهو مسعود گیتار برداشت با ریتم و با آهنگ یهو شروع کرد اینجوری حالا نمیتونم بگم اینجوری ننت 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 شروع کرد این خوندن با همین ریتم که آقا ننت نه شروع که خود بعد صداش پخش مامان آروم مثلا اینگه داره آهنگ عاشقانه قشنگ آهنگ عاشقانه میخونه مثلا ما خیلی چیزش میکنیم خیلی مؤدبانش میکنیم مثلا یکی بگه کون لقت با آهنگ اینجوری کون لقت کون لقت کون لقت حالا اینو مسعود داشت اونجا ننه میگفت صدا پخش مامان مهرانه اونجا و ما اینجوری یه همدیگر یه ستام و همدیگر نگاه کردیم بایو اینجوری کرد منفجر من و احسان و مامانم وقتی چون هم بیا نمی کنم خدا اینا هیچ کدوم نمی خندن بعد من داشتم می مردم آقا مسعود واقعا ریدم دهنت مسعود واقعا ریدم دهنت هم مامانم خندید هم احسان خندید دیگه جمع شد هیچ کاری نمی من ریدم دهنت با مسعود خدافزی کردیم تو خونه بیشتر کی شکموتره شاید باورت نشه ولی عباد من این میران به قرآن شکموتره به خدا شکموتره همیشه گوش نشه یعنی ببین من مثلا ضعیف بمیرم ببین سیرمون من ناکن آقا من عادی غذا میخورم غذا میاد میخورم سیر میشم مثلا تا وعده بعدی که باشه مثلا نهار شام یا هر چیز دیگه گشنم نمیشه این همش گشنشه مثلا غذا میای این یه چوسه میخوره یه رو بعد گشنش میشه گشنمه چی بخواد دوباره یه چوسه مثلا یه چی میخوره نیم ساعت بعد دوباره گشنش میشه به قرآن در طول روز 18 وعده غذا میخوره میز درستش همینه مشاوران تغذیه گفته چند بار با هم کتک کاری کردیم آبر فکر کودکای جدی و ما مثلا خونه بیکار میشیم شروع میکنم دیگر کودک زدن اینجوری نکن الان جلو ویدیو سر کدوم خرید مهران خیلی فشار خوردی؟ سر کدوم؟ زیادن این موارد واقعا؟ بله چرا؟ شلوار چرمی که خریدی پوشیدی تا الان یه بار تا الان پوشیدی یک بار تو من بگو خیلی گرمه توی خب چرا خریدی؟ دوستش رفته شلوار چرمی خریده به قرآن یه بار نپوشیده به خدا یه بار نپوشیده تو خونه اینقدر رفته شلوار تنگ خریده تو خونه دو نفری اینجوری شلوارشو میکشیدیم بالا باز دوباره میخواست درم بیاره بعد دو نفر میکشیدن پایین خب چرا خرید؟ گرم دیگه اون رو نپوشید چرا خریدی؟ نمیخوام لطف کنی چرا پول دادی واسش؟ تو اتاق پرومونی چجوری پوشیدی؟ آره اونجا خیلی راحت بالا
میگم که الان تو هنوز اونو یادته. بله بله، من چیزی که بابتش پول میدم اون یادمه. مهران دقیقا از چیه تو خوشش اومد؟ عقل نداشتت، پول نداشتت، اندام نداشتت، از چیه نداشتت؟ ببین من خیلی چیزا دارم. ببین مثل اینا زد لایرم رود خشه واقعا. یزید اون جهت خنده و علکی بودشه. من خیلی آدم فریخته ایم، من کتاب میخونم، فیلم میبینم، الان فقط یه خورده اندام هم خوب نیست و مو ندارم و یه چوسه پول ندارم، گمشا میشد کنار هم میگوزید داشت میره دیگه، در میره دیگه، یه اون دیگه رفتی که کارش نمیتونی بکنی. اون کنارم زندگی کنیم، اون دیگه اون مثلا واسه به مرحله بدتری هم میرسی. اون شیش ماه اوله دیگه مثلا دیگه هستیم کنار هم و فلان غذا میخوری چیز نجیم. من نه، من همون یه ماه اول هم میگوزیم. گفته که به زلزله زده ها کمک کردی؟ از جانب خودم من به تو نگفتم فکر کنم. نه. از جانب خودم من یه مبلغی رو واریز کردم به یکی از بچه که خودم استوریشو گذاشته بودم، به آریان اگر اشتباه نکنم اسمش بود، که میا و کروش هم استوریشو گذاشته بودن، کلی کسای دیگه هم اومده بودن گفته بودن حمایت میکرد، مستقیم خودش وسیله رو جمع میکرد، ارسال میکرد به خوی. آره خودم استوریش کرده بودم، خودم به اون شماره کارتی که داده بود یه مبلغی رو زده بودم. قرارمون این بود که یه استریم خیریه بذاریم که مبلغی که جمع میشه رو بذاریم اونجا. امروز ما استریم داریم، یعنی احتمالا این ویدیویی که داره پخش میشه ما قبلش تو توییچ استریم گذاشتیم، الان ساعت 2-3 بعد از ظهر اینو داریم ریکورد میکنیم، یکی دو ساعت دیگه تو توییچ استریم میذاریم. اینو مناسبتش تولد مهران است. حالا اون استریم خیریه رو من تا کارای اینو برسم یه خورده طول کشید، تازه امروز اوکی کردم کارای توییچ و سیستم و فلان و OBS و این داستانا. اینجوری بود که اهمیت ندیم یا آره، یعنی قرار بود که این اتفاق بیفته. حالا تصمیمشو نگرفتیم چون که بچهای ممنتو یه سری از دوستامون قرار خودشون شخصا برن خوی، منم بهم گفتن که بیا، ولی خب من شرطش ندارم چون مهران اینجا تنها میمونه و الان مریض هم هست، اینا یکی دو روز آینده میخوام برن و کسی هم نداریم، ما مادر پدرمون اینجا نیستن، توی شهر دیگه. اینو طولانی دارم میگم واسه اینه که یا تو استریم امروز یه بخشی از مبلغی که جمع بشه رو ما میذاریم واسه خیریه میدیم به رفیقامون، یا اینکه یکی دو روز بعد همزمان با رفتن رفیقامون به خوی یه استریم جدا میذاریم که کل مبلغی که جمع میشه رو میذاریم واسه خیریه، خودمونم یه بخشی روش میذاریم و میدیم این رفیقامون که قرار مستقیم برن خوی اونجا هزینه هاشو صرف کمک به مردم کنم و ویدیوش هم در میاد و ویدیوش هم منتشر میکنیم که چه چیزایی گرفتن و چجوری کمک کردن. دمت گرم که پرسیدی، مرسی. و این اتفاق قراره بیفته. اکشن فیگور مورد علاقت چی داشت؟ اکشن فیگور گرونه، یعنی چی؟ خیلی. اکشن فیگور داری؟ آره یه دونه دارم. بایست بایست لگو خداتومنی ان این اتو لپ لپ در آوردم، لپ لپ 15000 تومنی نکن اینا مشخص سگیه، شنلش رو نگاه کن، سگ سوپر سگی ها، این داغونه، ببین نکن. آره این اتو لپ لپ در آوردم بعد گذاشتم تو قفس ها. اینا ببین یه بار دیگه نشون میدم، اینا بتمن سوپر سگی پلاس توربو. آه آه. هنوز تیبا سگیه رو داری؟ من ببین من پولدار شم، من سگ پولدار ریچ بشم که دیگه مثلا مایی دیگه کف کف مثلا 30000 دلار در بیارم، میرم 5 تا تیبا میخرم به خودم. میرم 5 تا تیبا یک شکل و یک رنگ شد. نه دیگه یک شکل و یک رنگ نمیخرم، میرم مثلا 5 تا تیبا در رنگ بندی مختلف میخرم، با لباسم ست میکنم. مراقب خودتون باشین، تولد مهران رو تو کامنت ها بهش تبریک بگیم و بگین که اگه دوست دارین بازم تو ویدیو باشه. خدا بسید. خدا بسید.